استاذ، دهها پس از جهادی که شما آغاز کردین و 13 سال پس از فروپاشی رژیم طالبان، چرا حال خود را نامزد ریاست جمهوری کردین؟ از ما خوینی تقریبا در حدود 49 سال میشه که در می کشمکش مبارزه و کارهای سیاسی و دمیرا روان هستیم. در بخش های مختلف و در نقش های مختلف در خدمت ملت خود بودیم. حال وضع افغانستان، حالاتی که به دور پیش افغانستان شکل گرفته اتر معلوم میشه که افغانستان فعلا به یک نوع ایثار و فداکاری جدید ضرورت داره. به این حساب دوستان مشورهش همی شد که در می فرصتی که افغانستان به خدمت فرد ما ضرورت داره، میشه که اگر در این مجال فرصت خدمت باشه ما عقب نشینی نکنیم. به این حساب وارد از این میدان شد. یک دوره که شما دو بیشتر دخالت داشتین، جهاد بود، بعدش مقاومت بود، و در هر دوی دوره یک تعداد مردم افغانستان آسیب دیدن. جنگ یک پدیده شومی است. اونهایی که در جهاد یا در دوران مقاومت آسیب دیدن، چرا باید بر شما رای بدن من حیث یک رهبر جهادی؟ من فکر میکنم که ملت قضاوت خدا داره. یکی آسیب دیدن است که خدا نخواسته قصدن از طرف ما برشان رسیده باشه، یا آسیب دیدن است که ما پلان و پروگرام آسیب رساندن در به مردم خود داشته باشیم. خدا نخواسته اینطور نبوده. مردم افغانستان باید از مجاهدین و مقاومین یک قدردانی استثنایی بکنن. تا حالا که من میبینم همیشه به یگان نقاط ضعیفی که وام گفتم عمدی و قصدی نیست همیشه تمرکز میکنن و همی یک افتخار با عظمتی را که برای ملک خود کمایی کردن که افغانستان آزاد شد، در برابر تروریسم جنگیدن، آسیای میانه آزاد شد، دنیا از شر توطئه های کاجیبی نجات پیدا کرد، کلی از این چیزها را مردم هیچ سرش ترکیز نمی کنن. فقط من سر دو سه پوینت منفی ترکیز می کنن، در حالی که اگر اجازه بتین من همی پهلوی دیگه شم بگم، در حالی که من اسناد دارم، شواهد دارم و ایر یک وقت پیش روی ملت و دنیا میگذارم که همی درگیری هایی که بین مجاهدین بعد سقوط حکومت دکتر نجیب صورت گرفته، اینا همش پروگرام شده بود، پلانیزه شده بود و پیش از ای که مجاهدین به کابل بیاد 2 سال پیش برای ازی پروگرام جور شده بود. استاد کدی پشتنی تراسو دغه نن سبا چې بعضی خلک انتحاری حمله کوي، الله اکبر وایي، ځان وژني، نور خلک بیگناه خلک هم وژني، د دین له نظره دا جنت ته ځي که دوزخ ته؟ ما خو په دې کې اوږدې خبرې کړې دي، اوږدې خبرې مې کړې دي، د آیات و احادیث و په رڼا کې مې خبرې کړې دي، ځان نه مې نه دي کړې. څوک چې ځان وژني په کوم شی چې ځان وژلی یي، په غې دنیا کې به په مغه شي باندې په دوزخ کې دوامداره ځان وژني. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ده، دا مال ځان نه ده کړ. زه په دې عقیده یم چې چا چې فتوا د جوازم ورکړې، هغهم په دې پوهېږي چې دا ناروا ده. ولې پوهېږي؟ که په دې نه پوهېدای، ولې یو حاضر نه شي چې خپله یې واسکټ واغوندي؟ ولی یو حاضر نشه چې خپل زوی او خپل ورور ولیږي؟ پردي بچیان پیدا کړي دي، لکه چارته راشو غوندې ماشین د هرې ته یې وړاندې کوي، لاندې وینې لکه د بیالې غوندې روانې دي. استاد، د امریکایانو د شتون په اړه یا د نړیوالو ځواکونو د شتون په اړه تاسې یادونه وکړه، د کراچۍ د ملا ده، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شتون سره موافق یاست که مخالف؟ زه څه درته وایم؟ ښه، زه وایم دا خلک یو خو موږ نه دي راوستي،
زمینه بل چا ورته مساعده کړې، بل ضرورت راوستی دی. دا اوس دا اوس ته د یو غریب سړي په کور کې کینې، غریب سړي، او هلته هغه دغه کور خلک دې همداسې نیولي لکه ګیراوګان دی، هر یو په سر د توپک هم نیولی، او هلته د یو قوي سړي کاروان تېرېږي په غم لمدې کوره ډس کوي، هغوی چې راتاویږي خو همدا کور همدې کور باندې راتاویږي، په بل چېرته نه. هغو ته خو اول نه کېږي چې ځه ته د خپل ځای ته لاړ شه چې بیا موږ درپسې درشو. افغانستان کې خو دغسې وشو کنه. د موږ له کوره متاسفانه د طالبانو د ادارې د زوف له درکه، یا د هماهنګۍ له درکه، یا د زوف له درکه، د موږ له کوره د نورو ملکو خلک راپورته شو، بیرون یې ډزې وکړې، خلک راپورته شو، دنیا هم ورسره دعا وکړه چې لاړ شئ د دې خلکو چاره وکړي. نن سبا د تړون خبرې کېږي له امریکا سره، استاد ګوره کنه، دغې ته هغوی راغله، دلته هغوی راغله، موږ سره هم دا خلک وه د جهاد په وخت کې، موږ سره عربان و، په زرهاو وه. تاسې له آغازه د جهاد تر ختمه یوه حادثه ښودای شئ چې دوی هغه وخت کې د چا په خلاف څه عمل په خارج د افغانستان کې کړی، قطعا هیڅوک ښودای نه شي. له آغاز د جهاد تر سقوط د ډاکتر نجیبه پورې موږ داسې کنترول درلود، کنه دا خلک وو، موږ سره وو، ښه سپا د موږ تړل ښه وو، د شورویانو په خلاف موږ سره ګډ وجنګېدل. هغه وخت کې ولې دنیا کې هېڅ چا ته ضرر رسولی ونه شه؟ موږ دغسې یو کنترول درلود په خپل آوازه، په خپل سنګر، په خپلو خلکو. دا حالت هغه وخت کې راغی چې متاسفانه متاسفانه د توطیې په نتیجه کې دلته افغانستان کې جنګ شروع شه، موږ لاړو شمال خواته، نور دلته دا زمینه بالکل هر چا ته آزاده وه چې له دې ځای نه هر چېرته خپل عمل وکړي. دا به تاریخ ته پرېږدو استاذه. د تړون په اړه نن سبا ډېر خبرې کېږي، د افغانستان او د امریکا ترمنځ د پوځیانو د شتون په اړه چې د 2014 کال وروسته یې که چیرې ولسمشر کرزی دا تړون لاسلیک نه کړي او تاسې ټاکنې وګټي، افغانستان ولسمشر سي، تړون به لاسلیک کوي تاسې؟ ما مخکې له دې لویه جرګې یوه مرکه درلوده، په هغې مرکه کې مې ما نه دا پوښتنه وشوه، هغه وخت کې لویه جرګه نه وه راغوښتل شي، ما ویلي چې د افغانستان چارواکي باید دا د افغانستان ټول حالات په نظر کې ونیسي، همسایګان ګاونډیان په اقتصادي لحاظ کوم ځای کې یو، په نظامي لحاظ کوم ځای کې یو، د بازسازۍ له لحاظه کوم ځای ته رسېدلي یو، دا مبارزه چې تروریزم سره لرو، تخریبکارانو سره، دې کې کوم ځای ته رسېدلي یو، اول د لار کې یو، منځ کې یو، آخر کې یو، دا د ټول مال په نظر کې ونیسي، بیا د تصمیم ونیسي. دا مې هغه وخت کې ویلي وو چې یو مدبرانه او حکیمانه تصمیم دی ونیسي. اما وروسته له دې چې لویه جرګه راوغوښتل شوه، لویه جرګه د ملت په نمایندګي راغلې ده، ملت خپله فیصله د لویې جرګې په خلال کې کړې ده، د هغې جرګې د فیصلې په خلاف د ملت کې څوک حق نه لري چې مخالفه نظر ورکړي، د ملت کې څوک حق نه لري چې د هغې فیصلې په خلاف ودرېږي. زه، تاسو، دا نور ملګري جز د دې ملت یو، افراد د دې ملت یو، ملت من حیث المجموع د لویې جرګې له لارې خپله مشوره ورکړې، فیصله یې کړې ده. شماری از خوانندای صفحه فیسبوک رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا هم سوالات را بر شما نوشتند. یکی از نویسندای صفحه گفته به نام علی حقیقی که پاسخ شما به قربانی های حادثه افشار کابل چی است؟ سال 1992 حادثه که در اوج اتفاق افتاد و گفته میشه که هزارها انسان در او کشته شد. یک خوب بیشتر برایتان گفتم که آغازی از این حوادث، این جنجال ها بلکل مطابق پروگرام هایی بود که از بیرون سری از این ملت تحمیل شد. مسئله جنگ یک طرف بود، در جنگ میگه الوا تقسیم نمیشه. ما در وقتی که در برابر روسا جنگیدیم، پسان در مقاومت دیگه قسم به ذات اقدس الهی است که به دور از جنگ تا یک فرد انسان نه به دستم کشته شده نه به امرم کشته شده،
ممکن ایره بشار مردم قبول نکنه. یک سوال دیگرم از فیسبوک ما میگیرم. بهروز علیپور پرسیده که پول که شما برای مبارزات انتخاباتی تان تخصیص دادین چقدر است و منبع از او چیست؟ قسم به خدا میخورم که در روی زمین با هیچ حکومت در هیچ نقطه دنیا هیچ نوع علایقی بیرون از یعنی نشست ها و روابط دیپلماتیکی که خود همی وضع ملک جاب میکنه ندارم و از هیچ جهت یک پول هم برم نرسید. آمدیم از کجا میکنیم؟ شاید این مشکل به می سطحه که من داشته باشم کمتر مردم درک کرده بتانه که من چی مشکل دارم. ما چند تا تعمیر در خود کابل داریم، ملک تنظیم است، ملک مجاهدین است، از من است. تا حالا دو تاش فروختیم، یک قطع زمین داشتیم ورم فروختیم، ممکن یکی دو تای دیگه هم بفروشم که الا به می پای مرچه ما را تا با آخر انتخابات برسم. استاد، دموکراسی و اسلام یو بحث دی چې که تاسو ولسمشر سی خلق واړی له تاسو څخه واوري. افغانستان نن سبا د دموکراسۍ نارې وهل کېږي، ډېر اساسي قانون دموکراسۍ د اصولو پر رڼا کې جوړ سوی دی. دا دوه څنګه سره ویني؟ ګورئ ښه، اسلام ځان ته یو دین ده، ځان ته مستقل اصول، ضوابط، هر شی لري. زما برداشت داده زه د قانون اساسي په جرګه کې وم، د موږ تاسې اساسي قانون د اسلام په غېږ کې او د اسلام په چوکاټ و رڼا کې جوړ شو. اوله ماده یې همدا ده چې د افغانستان نوم جمهوریت اسلامي افغانستان ده. دا په اوله اضطراري جرګه کې دا فیصله شوه. دا دویمه د قانون اساسي په جرګه کې واضح دویمه ماده کې راغلی دي چې د افغانستان د خلکو او د دولت دین اسلام ده، او د دین معنا نظام ده، دلته نظام ده. درېمه ماده کې راغلي چې هیڅ قانون افغانستان کې مخالف د احکام او د معتقدات او د اسلام نشي مطرح کېدای او نشي وضع کېدای. که منظور د دغه نه د دموکراسۍ نه، د دموکراسۍ هغه لوی مظاهر چې دي انتخابات ده، آزادی ده، بیان ده، ده خلکو پخوخ حکومت را تک ده، شورا ده، ده شد حقوق ده، ده بشر حقوق ده. زمان پده طول و مجالاتو که اسلام حق ده استازه لری، اسلام استاز ده دنیا تا پده طول و مجالاتو که. استاد، که پښتون انسانانو نه دي ټاکلي، کله دا خدای قانون ته چې تاسو وایس پر خلکو باندې باید تطبیق سي، نو او تاسو به سل په سل کې تطبیقوي الهي قانون چې دی یا اسلامي قانون؟ نو غواړم توپیر پوسم. طالبانو هم دغه ویل، د استاد عبدالرب رسول صاحب حکومت به مثلا د ملا عمر له حکومت توپیر ولري؟ من دغه قانون وایم د اسلام پر رڼا کې جوړ کړی ده. هلته هغوی څه کارونه وکړه چې دا اوس درته وایمه چې اسلام له هغې نه بېزار ده. ماجد کې چاودنه، د ښځو وژل، د ماشومانو وژل، خلک له موټر راکوزول، د کاغذ پران په تار باندې اعدامول، وژل، دا په کوم ځای د اسلام کې راغلی دي؟ یو خو دعوا ده، یو دعوا ده د اسلام، یو دا ده چې اسلام ته بالفعله غاړه ایښودل. استاد، شما و هر دو معاونتان به نظر میرسه که علمای دینی و جهادی هستین و یک تعداد شاید سوال بکنن که اقتصاد با این رهبری چگونه میتون دوباره بازسازی که افغانستان به اقتصاد هم ضرورت داره، مردم کار میخواین، یک کشور فقیر است افغانستان، بر از او کدام برنامه هست؟ من به یک همیشه یک ظرافت بکنم. مردم فکر میکنن که امیرش دارا غیر از دین دیگه چیز نمیفهمن. امیرش دارا در مرحله های بسیار سخت و دشواری ملت رهبری کرد. در وقتی که نظام نبود ملت رهبری کرد. در حالت جنگ رهبری کرد. من یقین دارم که این مردم
در این حالات ملک خوبتر رهبری کرده میتونه. من خودم یک استاد پوانتون است. در پوانتون پیش از زمان جهاد در زمان شایی درس میدادم، در پوانزه شریعت درس دادیم، در پوانزه ادبیات درس دادیم. دین تنها نماز نیست که ما دین خواندیم، دین اقتصاد داره، دین سیاست داره، دین اجتماع داره، دین روابط داره، دیگه داره. هیچ امی یک انچ ساحه از ساحات زندگی نیست که او را دین احتوا نکرده باشه. ما که دین را خواندیم، اتر فکر کنین که دین یک نظام کامل است. دو اقتصاد است، دیگه است، دیگه است. این هم یک مثال بگویم، امی دو سال پیش اکثر مؤسسات مالی دنیا چطور به خطر فنا تهدید شدن، اما تنها چند مؤسسه که سودی نبود، بدون سود بود، با پای خود استاد شده تانست و موازنه خود نگاه کرد، دیگه نزدیک بود که به سقوط مواجه شوند. او تدبیر دین بود که وارا از سقوط نگاه کرد. من همیالی در سیاست تألیفات دارم، در بعضی فاکولتا و پوانتونا و خوانده میشه به نام دین و دولت. در مسائل اجتماعی و تربیتی تألیفات دارم، مردم میخوانن. امیالی ممکن در برنامه مهمی بره و مردم باز مقایسه کنن که ما برای رشد اقتصاد افغانستان چی پروگرام داریم، از ثروت های طبیعی افغانستان چه قسم استفاده شود، از نیروی بشری افغانستان چه قسم استفاده شود، و مال افغانستان چطور از چور و غارت و چپاول نگاه شود، زمینه سرمایه گذاری در افغانستان چطور مساعد شود. ای با آب فراوانی که ما داریم که در منطقه کسی نداره، ای را چطور مطابق ضرورت به نفع رشد اقتصادی خود چطور مهار کنیم، با پروژه ها و اولویت های زیربنایی چطور اقدام شود که افغانستان زودتر به پای خود استاد شود. دیگه ما خوب برداشت ماییست که ممکن برنامه ما بسیار دلچسب باشه و مردم بوره خوش کنه، مردم بوره خوش کنه. یک گپ پیشتر شما زدین، من دو وقت مجالش نبود، شما تیز به سوال دیگه رفتین، در مورد حقوق زن گفتین. من یقین دارم که آنقدر که ما حق زن را تأمین کرده میتانیم، حمایت کرده میتانیم، در هیچ سیستم و نظام دیگه به او اندازه تأمین نخواهد شد. یعنی زن در کابینه شما خواهد بود؟ زن حق داره که در کابینه باشه، زن حق داره که در ادارات دولتی باشه، زن حق داره که در تحصیل کنه، زن حق داره که از حقوق سیاسی خود استفاده کنه. منتها دو چیز را ما در این مورد گفتیم و سر از او الحاق داریم، به خاطر از این کمپین و از این چیزا، از چیزی که به او اعتقاد داریم، ما نمیتونیم که او را بپوشانیم. گپی ما واضح هست، گفتیم زن حق کار داره، حق تحصیل داره، حق استفاده از حقوق سیاسی و چیزهای خود داره. منتها اگر ما باشم، مجال آبرومند و با عزت را برشان برابر میکنه که کارام بکنه، آبرومندیشام حفظ باشه، عزتشام حفظ باشه، کرامتشام حفظ باشه. یک گپ. گپ دو چی است استاد؟ اگه کمک واضح تر بگه. گپ دو میست که سر زن کارهایی را تحمیل نکنیم که مطابق خواست فطرت و طبیعتش نیست. مثلا از ما یک کسی پرسان کرد، یک جای ششته بودیم، چند تا زنا هم بودن، زنای از بیرون ملک بودن. مرا گفتن ما شنیدیم تو مخالف زن هستی. گفتم افسوس، دیست که
رواداری های ما به مخالفت تعبیر میشه. رواداری های ما، دلسوزی هایی که ما داریم در حق زن و به مخالفت تعبیر میشه. من برای از ما گفتم امی هم کار است که در یک صوف 2 کیلومتر در یک گهواره شما پان برده شوین برده شوین برده شوین باز در زیر زمین در این زغال سنگ بکشه. یه هم کار است و مردایی را میکنه. شمایی را بری به خواست فطرت و طبیعت تانی را مناسب میدانین که اوج پاهان شوین و بری از اوج زغال بکشین. اگه باشه چی استاد؟ شما یک دفعه اجازه بدید. گفتم امیره بری تان مناسب میدانین. من من حیثی نه تنها یک عالم دین بلکه من حیثی ای که طبیعت و فطرت زن را میشناسم، دقیق دو مطالعه دارم. بازن، لطافت، نعومت، این چیزا خدا در خلقتش مانده. این میزی به بازن مرد خلقتش، سرشتش درشت است. به اصطلاح پشتو زیگده. اگر مرد این کارا تشبس میکنه با سرشت طبیعتش منافات نداره. اگر زن در این مثلا اوجا میره زغال سنگ میکشه این با سرشت طبیعتش منافات داره. این قدر زن کم نمیکنه. این مخالفت با زن نیست. این لطف و مرحمت است در حق زن. این رواداری است در حق زن. نه مخالفت. چون ما طرف داره از این نیستیم. و این معنای از این نداره، معنای از این نداره که قیمت زن کم است یا ارزش زن کم است. در تمام مجالات زندگی ببینی آلی ما پوانتون داریم، برای زن هم فاکولته داریم، برای بچه هم داریم. جدا باید باشه استاد؟ ما جدا ساختیم. چرا؟ خواست خودشان همیست. اگر بخواین یک جا باشه اجازه میدیم؟ گوش بگیر، گوش بگیر. امیر استاد میخوایم یک وضاحت بگیرم. اگر بخواین که یک جا بخواین یک دفعه گپی ما گوش بگیر. میام دیام میام. ما امیره برای آبرو و عزتشان خوب دانستیم. ما امیره برایشان مناسب دانستیم. آرام درس میخوانن میاین. کسی مزاحمت نمیکنه. کسی سر رایشان استاد نمیباشه. خب ایگه پا چی به تفصیل بریم؟ شما خواست دمی جامعه زندگی کردین خودتان خوب میفهم. فامیلش مطمئن است که دخترش آرام میره بدون مزاحمت درس میخوانه پس میره. میره اوجا کتاب پیش است دیگه سرگرمی نداره، سرگرمیش فقط تحصیل است دیگه است. در بین یک دیوال است. این طرف بچه ها درس میخوانه، این طرف دخترها. اما کتاب که برای ازو آماده شده برای ازی آماده شده. استادی که برای ازو آماده است برای ازی آماده است. من برای تان میگم برید. یک رای سنجی کنید. اگر 95% از این دخترها برای تان نگفت که برای ما جدا جای جدا برابر کنین، ما برای تان خواهد گفتم که من در این البته موفق هستم که اکثریت میخواین اما اگر اکثریت بخواین در این البته موفق هستم که اکثریت میخواین اما اگر اکثریت بخواین که یک جا درس بخونن گوش بگیرین. تصمیم شما چی خواهد بود؟ شما سریعزی احتمالات بحث نکنین، سریعزی احتمالات بحث نکنین. من برای تان میگم که برای از یا آبرومند مساعدتر و مطمئنتر هموش که هموش جدا درس میخوانند. ما مثلا فاکولتی طب برای بچه ها نداریم، برای نسوان داریم، برای نسوان داریم. میفهمیم که ضرورت جامعه ما چقدر است برای دکتر زن. بلکل اونه زمینه را برش مساعد کدیم درس خوانده میرن. اگه خدا خواسته باشه ببینیم که چقدر طبیب زن از پوانتونی ما فارغ میشن. برین مصاحبه کنین که تی دخترایی که در پوانتونی ما درس میخوانن شب در فامیلای خود هستن که تا چه حد راضی هستن از این سیستمی که ما داریم. ما هم حق زن را میخواهیم، هم آبرو و عزتش، هم کرامت انسانیش در مورد کلش تلاش میکنیم. یا بالکل بریتان خلاصه بسازیم، دلسوزی، مهربانی،
و رواداری که ما سر زن داریم ممکن در بسیاری جای دیگه پیدا نشه. تشکر است. استاد از عدید بیان تاسی یادمونه وکړل ځین خلک شاید دامو غوړی ستاسو له خولې واوري که چیرې تاسو د حکومت مشر وسی از عدید بیان تر کومه حد پورې وي؟ آیا تر دې حد پورې وي چې توک پر تاسو مستقیمه نیوکه وکي او یا کله دې مخ ته ولاړ سي پر دین انتقاد وکي؟ هغه از عدید بیان به زغمول وړي؟ بالکل نه. او دې د دین او د خدای حق نشو پټولای. ته چلند ورسره کوي؟ وزه 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 راغله. ازادي د بیان ته موږ متعهد یو او په معتقد یو، بالکل په معتقد یو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې د حق د بیان نه ساکت هغه ګونګ شیطان ده. او دائم ویلی دی چه او دی او جابر حاکم پولان دی حق کلمه ویل لوی جهاد ده. تر دغه سرها ده دین ولان دی تلالای ده. اما هر شیطان تا چوکارت لدی، هر شیطان تا چوکارت لدی. من معتقد و آزادی ده بیان تا پده شرط چه ده چوکارت و ده اسلامی و انسانی ارزښتونه نو نوزی. ازادی د بیان دام د چې ما ته خلک ووایي یو وخت فرض وکړه زه مشر یم راته ووایي چې ما سره دې جبر کړی ده، ما سره دې ظلم کړی ده، ظالم یې، زه به یې زغملای شم. بالکل خو دا حق نه لري چې ما ته څه چې یو عادي سړي ته هم کنځلې وکړي، شکنځلې وکړي او په نامه د ازادي د بیان، دا بیا د بل چا ازادي او د بل چا شخصیت تخریش کوي. در مورد سیاست خارجی استاد، رابطه یک دولت که اگر شما رهبرش باشین با یک کشور مسلمان و نامسلمان تفاوت خواهد داشت؟ طور مثال پاکستان یک کشور مسلمان است، رابطه شما با پاکستان چقدر متفاوت تر خواهد بود با یک کشور مثل هندوستان؟ یکی رابطه با ملت هاست، یکی رابطه با حکومت ها و نظام هاست. البته ملت های مسلمان کلش حیثیت یک جسد و یک بدن را دارند. امیالی من میگم که من ملت پاکستان را بسیار دوست دارم. باورتان شوه طرفداری از این استم که یک خار در پایشان بخله و در زمان هجرت او خانه هجرت ما بود. سخت علاقه من دستم که امون ملت آرام باشه، با سعادت باشه. ای که نظام ها چی میکنه؟ کاری نظام ها جداست. ما و به می ترتیب رواداری ما در مورد تمام ملت های مسلمان و رواداری ما در مورد تمام بشریت، ما نمی خواهیم که بشریت از طرف ما آزار ببینه یا اذیت شد. من حیث المجموع آمدیم در مورد روابط ما، تلاش ماییست، خواست ماییست که روابط ما با کشورهای اسلامی بسیار نزدیک باشه، برادرانه باشه، برادرانه. و روابط ما با دیگه کشورهای دنیا دوستانه باشه. شما تفاوتی برادرانه و دوستانه را خوب میتونین درک کنین. روابط ما با کشورهای اسلامی میخواییم که برادرانه باشه و روابط ما با کشورهای دنیا دوستانه باشه. به خاطر ازی که حال دنیا کلش حیثیت یک فامیل را پیدا کرد و امروز هیچ کشور به تنهایی نمیتونه زندگی کنه. یک حادثه که در اندونزیا میشه انگلستان از او متاثر میشه، یک حادثه که در برازیل میشه ژاپن از او متاثر میشه. امروز همه دنیا با هم نزدیک شده. به این روابط کشورهای قوی و ضعیف ضرورت داره، خصوصا افغانستان نمی حالتی که قرار داره، برای روابط بسیار نزدیک با همه کشورهای دنیا ضرورت داره. ما می خواهیم که با تمام کشورهای دنیا روابط حسنه، نزدیک، با رعایت حقوق و احترام متقابل داشته باشیم و با کشورهای اسلامی بیشتر می خواهیم، در صورتی که اونا بخواهند. اما به ملتهایش
خود را بیخی یک جسد و یک وجود میدن. استاد، در این روزها بحث های ائتلاف میان شما را از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گرم است. شما در این بحث ها مشارکت دارین؟ از کسی کاندید خواستین که به نفع شما بگذرن؟ من در این رابطه مشارکت ندارم. من این فیصله را پیش از راجستریشن کردیم. این فکرم، این تلاشم پیش از ثبت نام کردیم. بسیار تلاش کردیم پیش از ثبت نام که آیا کی با هم یک جا رفتن میتونه، کی نمیتونه. خب بعد از اون تلاش های بسیار زیاد فیصله باز کردیم که میرم کاندید میشم. دیگه بعد از اون با سری ازی فکر نکردیم چرا این باز خینه بعد از این دست. تلاش ها یک ذره بی وقت است.